درود به همه، خیلی خوش اومدید به چنل داونشیفت و من علی هستم. درکتون با یک ویدیوی دیگه از بازی فورتزا هورایزن 5، یکی از ماشین‌های خاص این فصل اینجاست. بالاخره همتون میتونید داشته باشینش. لیتس گو. چطور میتونید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما دو تا ماشین خیلی خاص برای این فصل داشتیم. یکیش فورد ماستنگ جدید بود که اون تا این هفته فکر کنم تکمیل بشه و ویدیوشو براتون بذارم بگیریمش، و یکیش این فورد F150 رپتور سال 2023. اگر میخواییم بدونین چطوری میتونین بگیرینش، بازی رو استاپ میکنین، میایین تو بخش مای هورایزن، میایین توی بخش مسیجاتون، حالا این مسیجای منو بیخیال شین، میایین تو بخش گیفت. اینجاها این سوپر ویل اسپینا رو ول کن، اینا که برای وی آی پی هاست، ولی یه قسمتی هست که زده، اینجا باید زده باشه که شما یه ماشین جدید گرفتین و اونجا سمت راست توضیح داده که فورد رپتور رو گرفتین، ایو بزنین تا بگیرینش. همین، به همین سادگی ماشین رو میگیریم. و کلی چقدر سوپر ویل اسپین داشتم که نگرفتم پشمام. الان ماشین اینجاست، قرار تستش کنیم، تو مسابقه آنلاین آفرود ببریمش. و وقتی به آمریکا، به کشور آمریکا میگه که داداش یه ماشین آفرود برای من درست کن، واکنش صادقانه کشور آمریکا اینجاست. سایز بزرگ، خیلی بزرگ، قیافه تهاجمی سنگین، موتورش اما این الان تیون شده، ولی موتور فابریکش، موتورش 5.2 لیتریه، سوپر شارژر داره، 8 سیلندره، اگر اشتباه نکنم 640 نیوتن متر گشتاورشه. آره دیگه، چهارچرخ متحرکه، این که سوال نداره کیومرث، اینو هممون میدونیم. یه گازی فقط باهاش بدیم سیستم تعلیق رو ببینیم تا اون کوه بالا بریم. این ماشین الان B700ه، B700 ببینیم برای B700 براتون چیکار میکنه. بریم آمریکا. چپ نمی کنه، چپ نمی کنه، حجم موتور، سایز گنده، دینه نمادانه یه دمتاله. خب مسخره بازی بسته، یه مسابقه آفرود B700 میخوایم بریم. قبلش تو الان چنل رو سابسکرایب نکنید، حتما حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. اگر ماشین باز هستین، این چنل شماست. بزن بریم یه مسابقه آنلاین آفرود ببینیم چی کار میکنه. اول اینکه من به این ماشین امید دارم، امیدوارم نفراتمون کم نباشه فقط به این ماشین، ولی اوکیه. من به این ماشین میگفتم امید دارم، امیدوارم که خوب عمل کنه، ولی توی کلاس A و S1 کم تستش میکنیم توی این ویدیو، توی بخش مسابقات آفرود. S تو دیگه بچه یه ذره خیلی زپرتیه، آفرودش واقعا خیلی دور از عقله، برای همین تو اون بخش نمیم، تا S1 میریم جلو. برو بریم. شتابو خدافز، همین که خود او برانکو داره میاد به پیش سمت چپ. برو رپتور. بابا رپتور نباید اسم اینو میذاشتن، دایناسور رپتور جوسش کوچیکه، باید اسم اینو میذاشتن تیرکس. خدا وکیلی رپتور چیه مرد حسابی؟ برو. او برانکو اومد، او تا امریکایی. میگیرمت، میگیرمت، برانکو داره سوتی میده، ماشین من بهتر داره عمل میکنه انگار توی پیچ. یه ذره آخخ با دوربین دریفت دارم میرم. یا اول فصل علی حواست جمع کن، یه ذره از این دوربینه آخه خوش ناکن ناکن، تو مستقیمی داریم بهش میرسیم. خدای به این روم نمیشه بگم کفیه، انقدر چاله چوله و دست انداز و آره کیومرث. به پیچ سمت چپ، چپ 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 چپ، خوبه 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 خوبه، راست 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 راست، ترمز میکنیم، میپیچیم سمت راست. این رپتور رو دیگه باید بگیریم بچه‌ها، دیگه مسخره بازی شده. خدا میگم رپتور، برونکو رو باید بگیریم. برونکو خدافز، تو مستقیمی ازت خیلی جلوتر. یا اول برو 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 برو، کم نیار کم نیار رپتور. نه بابا کم چی بیاره، کم آوردن اختیاری. ماشاءالله یه پرشه، چه نایس، چه شیک فروت میاد این ماشین، چه شیک. حتما این ماشین رو برای آفرود تهیه کنید، خودتون دارین نتیجهشو میبینین. آه یه سمت راست، سمت راست، برو 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 برو. آها اوه منه گرفت، مقام رو از من گرفت. اسمش اون یکی کجاست؟ اون یکی خیلی عقبه. به جنب به جنب، یه ذره نه که با این دوربینم عادت ندارم، یه ذره داستاندار شده برام. آها وگرنه این بچه میگیره، این بچه اصلا کارشه که بگیره، من دارم الان بد عمل میکنه. تو به نسبت هندلینگ توی پیچ ها یه ذره فقط داره برونکو بدتر عمل میکنه، وگرنه توی شتاب و تاپ سپید اصلا میخوره اون برونکو رو. الان ببین دارم دوباره بهش نزدیک میشم، انگار اینجا ترمز میگیرم. این پیچا ترمز زیادی نیازه براتون،
با این ماشین، مگه اینکه یه ذره تیونو بهتر کنید که فکر نکنم از این اوضاع بهتر شه. ولی تو A800 هم دوست دارم ببینم چجوری کار میکنه. ما فعلا داریم میریم، ببین تا مستقیم میشه من حس میکنم قشنگ میبینم اینو که داریم به برونکو نزدیک میشیم، ولی من برای مسابقات بعدی این دوربینم از این حالت دوربین دریفت در میارم، چون واقعا یه ذره یادگیری باش طول میکشه برای من، یه ذره سرطان گوگیجه میگیرم وسط پیچ. همونطور که میبینید آره نه آقا ماشین خوبیه، بگیرین اگه برای آفرود B700 میخواین حتما این کارو بکنین، خوبه. من اشتباه داشتم توی این مسابقه، اصلا مشکل ماشین نیست، ماشین این عسل لامصب داره میره. خیلی خب من اینجا لفت میدم چون میخوایم کلاس رو عوض کنیم دیگه، نمیخوام تو قسمت خط پایان بیافتیم، دیدیم چجوری عمل کرد. الان میرم دوربین رو درست میکنم، از یه طرفی هم میرم A800ش میکنم که ببینیم توی A800 چجوری عمل میکنه. A800 باشه رپتور باشه، مسابقات A800 متاسفانه دوباره سه نفریم، مثل اینکه زیاد آفرود طرفدار نداره توی این بازی. یه شدم اشتباه میگم، نه آقا فعلا جلو افتاد، ولی مرسدس بنز ایکس کلاس نسخه باگ آفرود این بازیه داره تو مستقیمی ما رو میگیره. اوکی اوکی حواست جمع کن، پیچ به سمت راست، ایکس کلاس هندلینگ ما رو نداره. اوه ترمز، برو ماشاءالله قدرت تو به رخ بکش پسر. وای برو، آینه بغلت چرا افتاد؟ کیو مرز فشار افت سقوط بود. آها 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 آها، برو خدای راننده های فورزا رو با نید فور اسپید یه لحظه مقایسه کنیم چقدر بهتر. وای من دارم تلاش میکنم به ایکس کلاس برسم، یه ذره سخته ولی تو پیچا ماشین من بهتر عمل میکنه. اینجا دقیقا قضیهش با کلاس قبلی فرق کرد، وقتی A800 شد هندلینگش به مراتب خیلی جا داشت که بهتر بشه و شد. برو ببین دارم تو پیچا به ایکس کلاس نزدیک میشم. ایکس کلاس ایک راست. آقا من باید اینو بگیرم خدایش، اه چه ایکس کلاس رو گرفتیم اول. آقا برای A800 هم این ماشین رو بگیرید، برای A800 هم این ماشین رو بگیرید، یه ریس دیگه تو همین A800 میخوام تستش کنم. الان نمیریم بیرون، پلیرهای دیگه هم ممکنه بهمون اضافه شن، الان نمیرم بیرون، زوده. یه بار دیگه میخوام تو A کلاس این ماشین رو تست کنم، خیلی خوبه برای A و B، واقعا خوبه، ماشین خوبیه. بچه ما متاسفانه رکب خوردیم، همون سه نفریم ولی ایراد نداره، با همین میتازونیم. ایکس کلاس رقیب ما، ماشینای قوی تو مسابقه تعدادمون کمه ولی ایکس کلاس ماشین قویه، باید ببینم دوباره جلوتر از اون میتونم تموم کنم یا نه. الان اینجا یه پیچ داریم، ترمز میکنیم، میپیچیم سمت راست، یه ذره ترمز دستی میزنم، یه ذره دریفت میزنم. اوه اینجا یکی از جاهایی که فرود اومدن یه ذره توش داستانه. وای خوب فرود اومد. داداش پنالتی نباید به من بدی، به من چه؟ با اون اتفاق اوه ایکس کلاس اومد. آها میام سمت راست، اوکی من یه ذره دقت میکنم، صحبت نمیکنم، اومدم داخل. ترمز. برو به ایکس کلاس رسیدیم، فرودش ناموفق بود، خدافظ. فقط جلو بمون رپتور، جلو بمون. آقا آفرود فقط لازمش رانندگی خوب نیست، باید ماشینتونم تو فرود اومدن ها خوب بر بیاد. پس اینجا تا اینجا تو فرود اومدن واقعا این ماشین داره بهتر از ایکس کلاس عمل میکنه، اما همونطور که پیداست فعلا ماشین باگ آفرود A800 همچنان ایکس کلاسه. ببین چقدر راحت بهم نزدیک میشه، خیلی راحت نزدیک میشه. برو ولی این میتونه باهاش رقابت کنه، میتونه. ببین الان فرود اومدن نها کن، ایشون خیلی بهتر فرود میاد. آها نرم شیک، ولی بحث شتاب که میشه یه ذره داشمون قدم هم میکنه. ایکس کلاس میخواد من رو بندازه بیرون، نندازه منو بیرون، شهیدتون میزنم تو. من چند وقت پیش نیت فور اسپید بازی کردم آجی، اصلا اعصابم سر جاش نیست برای این مسخره بازی، اون حوصله قبلی و خلاصه ندارم. یه دور دیگه از مسابقه باقی مونده و ما داریم تقریبا به هم نزدیکیم، ولی اونطور که من حدس میزنم ایکس کلاس به احتمال زیاد این مسابقه رو برنده است، مگه اینکه الان دوباره بعد این پیچ اشتباه ماشینش فرود بیاد، یعنی بد فرود بیاد. اشتباه که نمیشه گفت. خب اینجا دوباره جامپو تست میکنیم، ایکس کلاس پرید، منم پریدم. خوب پریدم. اوکی اوه یعنی داره دیگه، باختیم دیگه، دوم نمیتونم به ایکس کلاس برسم. خودتون دیدین جلو افتادم چقدر راحت، با اینکه پیچای خوبی میزدم ایکس کلاس به هم راحت نزدیک شد، مثل بنز. خب بنز هم هستی که این یه ذره به نظر من اگه از من میپرسین اشتباهه. ایکس کلاس تو دنیای واقعی همچین ماشین خفنی نبود، تقریبا یکی از پروژه های شکست خورده مرسدس هم بود و
برای من عجیبه این چیزای فورزا، برای من عجیبه که چه جوری اون ماشین انقدر داره بهتر از این عمل میکنه، ولی ایراد نداره. ما میریم الان اس کلاس رو تست کنیم. من اینجا لفت بدم که دیگه از خط پایان عبور نکنیم بره تو لودینگ و این داستانا. مسابقات کلاس اس 1 نمیدونم دیگه اینجا واقعا چه جوری قرار عمل کنه. 4 نفریم و مسابقه دوری 3 دوره. امیدوارم خوب عمل کنه. داج دارتو داریم، امیدوارم خوب عمل کنی پسر، امیدوارم خوب عمل کنی. نمیدونم چرا هنوز انگار بهت امید دارم. برو شروع میکنیم. لانچ خوبی نداشت اونجوری دیگه. تو اس کلاسیم الان. اون ماستنگ ولی خیلی خوب عمل کرد. میپیچیم سمت راست. اینجا همش پیچه، این ماشین با این سایز کمیه. او یکی وایپره، وایپر چه به آفرود خداییش. فورزا هورایزن واقعیه. بیا فورزا هورایزن. ترمز 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 ترمز. میپیچیم سمت چپ چپ چپ. برو برو برو. هرز دیگه زیاد داره با اینکه دو چهار چرخ متحرکه، ولی دیگه خیلی قدرتش رفته بالا و هرز میزنه و اصلا چیز شده دیگه. زیاد من آفرود کلاسای بالا رو دوست ندارم مثل استو اینا رو، خیلی غیر طبیعیه. ولی حالا من برای تست آوردمش. استو رو که همون اول ویدیو گفتم نمیاریم، ولی واو وارو وارو اصلا نمیتونه نمیتونه. ببین تو پیچ خیلی کم میاره. ببین من الان هی دارم دریفتی میرم پیچا رو اصلا، چون میخوام سعی کنم زیاد ترمز نگیرم که به اونا بتونم یه ذره نزدیک شم. ولی بیا الان زیاد ترمز میگیرم. بیا بیا ترمزم گویا اونقدر جواب نیست. یکی عقب افتاده فکر کنم. آره وایپره سوتی داده، ولی نگاه کن چقدر راحت داره. ما داریم همگی با دریفت میریم تقریبا. او بابا با اون ماشین چرا میزنی؟ من که نمیتونم اونا رو بگیرم. خب تو هم من نمیدونم چجوری با اون سایز ماشین چوسکیت اومدی برای ما قدم رنجه فرمودی. پس من چیکار میکنم؟ سعی میکنم بزنمت. این فورد کوچولو رو همگی میبینین؟ دیگه نمیبینین، دیگه نمیبینین منو دیگه نزنی ها. خب بنده بعد زدن اون فورد دوست داشتنی دیگه لفت دادم. دیدیم تو استیک در چهدیه خوب نیست خدایی، واقعا توی پیچا خوب عمل نمیکنه. برای B700A از این ماشین استفاده کنین، منطقی هم هست برای A و B700. ولی الان میخوایم بریم ببینیم که گزینه های کاستومایز این ماشین در چهده. و آه یه چیز خنده‌دار بهتون نشون بدم. فرض کنیم میخواین دنده عقب بگیرین. آه چند تا چراغ دنده عقب میخوای سلطان؟ یه دونه سمت پلاک، دوتا سمت پلاک، دوتا روی چراغ خطر، دوتا اون بالا. چند تا میخوای عزیزم؟ چند تا چراغ عقب میخوای؟ خب حالا بذاریم برم ببینیم که چه آپشنایی داره برای کاستومایز کردن، آیا زیاد جالبه یا نه. خب این ماشین دوباره اومد رو حالت فابریک. ببینیم بادی کیت داره نداره متاسفانه، ولی اینجاها رو ببینیم همشون مال کمپانی چی؟ ادیکتیو دزرت دیزاینز. اوکی یکی اینه، یکی اینه، اوه باحال این، و یکی هم اینه که خیلی ها توی تیون هاشون اینو انداخته بودن. حالا اینو ول کن، بال عقب یا حالا بخش عقب ببینیم. یکی اینه که این چراغ رو اضافه میکنه، چیز جالبی هم هست. یکی اینه که دیدین چقدر دنده عقب اضافه کرده اون اینا، و یکی هم او چقدر جالب این، اینو خیلی دوست دارم برای اوپن ورلد و عکس برداری یعنی عکاسی از ماشین چیز خیلی جالبیه. سپر عقب اما یکی اینه که فکر کنم آره دیگه ماشینو سبک میکنه و اینجور چیزا، یکی اینه و آخریش هم اینه. زیاد تفاوت خاصی با هم ایجاد نمیکنن. خلاصه آه داخلش هم بهتون نشون ندادم، داخل ماشین هم ببینیم با هم. بذارین اول کاپوتو بدم بالا، اون موتور زیبای 8 سیلندر این بزرگوار رو تماشا کنین. اوه قدم یکم کوتاه براش. آه او جان اون تاو میبینی قلب تپنده اونجاست. واه واه خیلی چیز هیجان انگیزی این ماشین. من که زیاد آفرود بازی دوست ندارم، این ماشین منو علاقه من میکنه. این ماشین و جی کلاس قشنگ منو علاقه من میکنن. نمیدونم چرا از جیپ زیاد خوشم نمیاد. اینم داخلش که مثل نسخه های قبلیشه تقریبا، ولی خب دکمه ها فکر کنم بیشتر شده و پشت آمپرش کلا دیجیتال شده و خیلی جذابه. خیلی جذابه. کنسول وسطتون گنده است. وای آمریکا کلا علاقه منده به چیزای بزرگ. و اونجا هم که میبینی فکر کنم کربن فایبر جنسش، و آره اونم کربن فایبر فکر کنم سمت داشبورد. خیلی چیز جذابیه. او روی مانیتور بازم دکمه داریم. واه خیلی هیولاه، خیلی هیولاه. صندلی عقبم چک کن ببینیم مثلا شما میخواین
عقب بشینین، صندلی ها برقی همونطور که از اینجا میبینین، ولی عقبش هم بشینیم ببینیم عقبش چیزی داره برای ارائه یا نه. او اون کنسول وسط برای نفرات عقب هم جالیوانی گذاشته، چقدر جذاب. اون پایین جای USB و حالا شارژ کردن اینا داریم. دوتا دریچه کولر با کیفیت خیلی بزرگ داریم و همین به نظر منم این ماشین نیاز زیاد به پاناروما یا حالا سقف شیشه‌ای و سانروف نداره، ولی نمیدونم الان این پاناروما هست یا نیست، چون بالا رو دیدم انگار هست. قد بلنده نمیفهمم، من نمیتونم رو سقف رو نگاه کنم. به هر حال این فعلا یکی از اون ماشین‌های خاصیه که یعنی به جز ماستنگ اینم یه ماشین خاصی بود که به ما داد فورزا. بهتون گفتم چه جوری میتونید الان برش دارین، پلیر رو همکاری کردن این ماشین رو سریعتر باز کردن. ماستنگ هم اینقدر مونده تا باز شه، این هفته به احتمال 90% گرفتیمش بچه‌ها. و این که خیلی جذاب بود، دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه بودین، امیدوارم که راضی بوده باشین. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.